از مقاومت ایران امضا کردند و از اتحادیه اروپا خواستند که رأی دادگاه عدالت اروپا رو برای خروج نام مجاهدین از لیست محترم بشمارند. آقای لیدار کاتراس، نایب رئیس پارلمان اروپا. سپاسگزارم دوستان عزیز. First of all, I wish to express my warmest greetings to your compatriots in Ashraf City. در ابتدا می‌خواهم گرم‌ترین سلام‌های خودم را به هموطنان شما در شهر اشرف بفرستم. You are watching this meeting live by satellite. کسانی که این برنامه را از طریق ماهواره می نگرند به طور مستقیم و بیشترین آرزوها را برای موفقیت مجاهدین خلق در اشرف از طریق مقاومت خود علیه تمامی توطئه‌های ملاها و عواملشان در عراق نه تنها الهام بخش میلیون ها تن ایرانی در ایران بودند، بلکه برای ما نیز در اروپا که به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر معتقدیم الهام بخش بودند. I also wish to express our solidarity with the thousands and thousands. من همچنین می‌خواهم همبستگی خودم را با هزاران ایرانی که طی هفته گذشته در تهران و دیگر شهرهای ایران علیه جیره‌بندی سوخت تظاهرات کردند و خواستار سرنگونی رژیم استبدادی حاکم بر ایران بودند درود بفرستم. I am very happy to be here among you in this magnificent event. من بسیار خرسندم که امروز در میان این گرد همایی شکوهمند حضور دارم. That I have known the Muaddin. I have reached a point where I feel. از زمانی که با مجاهدین ایران آشنا شدم، اکنون به نقطه‌ای رسیدم که خودم را عضوی از خانواده شما می‌دانم، خانواده بزرگ مقاومت ایران.